مرگ مشکوک و دردناک مرجان خواننده قدیمی ایرانی و سالها زندان و سرنوشت عجیب و تلخی که تجربه کرد با ما همراه باشید راجع به زندگی این خواننده مشهور ایرانی و دو ازدواج و اتفاقات عجیب و دردناک و جنجالی که برش افتاد صحبت میکنم سلام دوستان به کانال هاشیه تیوی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه شهلا صافی زمیر با نام هنری مرجان در سال 1327 در شهر تهران به دنیا آمد پدرش علی صافی زمیر از مدیران وزارت راه و شهرسازی بود و مادرش از آموزگاران مدارس ابتدایی دختر بچه‌ای که مادرش به واسطه چشمان درشتی که داشت اون رو در کودکی شهلا نامید چشمایی که در عرصه سینمای ایران هم خوش درخشید اما اون در سی سالگی و در اوج جوانی بهترین سالهای زندگیش رو متاسفانه در زندان به سر برد و حتی از کشور هم ممنوع خروج بود. مرجان یکی از هنرمندانی بود که بعد از انقلاب به زندان افتاد و شرایط عجیبی رو تجربه کرد. همسر اون عضو گروه مجاهدین خلق بود و مرجان هم به واسطه ی همسرش تو دام این سازمان افتاد. در نهایتم به خاطر این سازمان سختی های زیادی رو کشید. مرجان تحصیلات ابتداییش رو در مدرسه الوند گذرون در سن دوازده سالگی خبرنگار نوجوان مجله اطلاعات کودکان شد اون گویندگی برنامه هفتگی این مجله رو هم در تلویزیون انجام میدادش اون بعد از پایان تحصیلات متوسطه با آقای مهدی علی محمدی ازدواج کرد که ایشون هم از گوینده های رادیو بود حاصل این ازدواج دختری به نام پوک پوپک بودش مرجان در 27 سالگی برای اولین بار در فیلم دنیای پر امید روی پرده سینما رفت اون در اولین تجربه بازیگریش نقش اول زن رو هم بازی کرد و بازیگر مقابلش هم مرحوم فردین بودش که یه فیلم ماندگار از این دوتا در سینما ایران باقی موند. در اون زمان چون شهلا ریاهی با نام شهلا معروف بودش اون تصمیم گرفتش که با نام شهلا توی سینما فعالیت نکنه. و نام هنری مرجان رو برای خودش انتخاب کرد که مسیر شهرتش سریعتر هم بشه اما به خاطر مخالفت همسرش با بازیگری اون در سینما در نهایت اون مجبور شدش که از همسر اولش جدا بشه بعد از اون با مهدی جرأت که نام فریدون همه میشناختن ازدواج کرد خیلی ها فکر میکنن که مرجان اول خواننده شد و به واسطه خوانندگیش وارد سینما شد ولی قضیه برعکس هستش و اون هنرمندی بودش که ابتدا با بازیگری سینما کار هنریش رو شروع کرد و بعد از اینکه کلی فیلم بازی کرد و به شهرت رسید وارد عرصه خوانندگی شد ماجرای خواننده شدنش هم جالبه خودش تعریف میکنه که یه روز توی خونهشون داشته ترانه ای از مرحوم فرهاد رو زمزمه میکرده که فریدون همسرش از صدای اون شگفت زده میشه و اون رو تشویق میکنه که مسیر خوانندگی رو هم دنبال بکنه اما کسی که واقعا باعث ورود مرجان به صورت حرفه‌ای به خوانندگی شد مرحوم بابک بیات بودش که به گفته خانم مرجان توی محول خانوادگی صدای اون رو میشنوه و اون رو تشویق میکنه که به صورت حرفه‌ای خوانندگی رو ادامه بده بابت که بیاد به همراه چند موزیسین برجسته دیگه حدودا یک سال به آموزش اولیه مرجان میپردازن و صدای اون رو یه مقدار پرورش میدن تا مرجان رو به عنوان خواننده متفاوت به جامعه موسیقی معرفی بکنن مرجان با ورود به عرصه خوانندگی محبوبیت و معروفیت بیشتری هم به دست آورد و کم کم بازیگری رو هم رها کرد در زمان انقلاب 57 مرجان با وجود اینکه کمتر از سی سال سن داشت ولی به شهرت و محبوبیت بالایی رسیده بود اون برعکس بیشتر خواننده ها که با شروع انقلاب مهاجرت کردن و از ایران فرار کردن اون ترجیح داد بمونه و همین موندن هم براش حسابی گرون تموم شد اون در سال 59 به خاطر اجرای ترانه بازداشت و مدتی زندانی شد دستگیری دوم اون در تیر ماه سال 61 بود که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدش اونجوری که مرجان خودش توی یکی از مصاحبه هاش گفته بود همسرش فریدون از سال 59 عضو سازمان مجاهدین خلق بود ولی تا سال 61 که دستگیر شد کسی این موضوع رو نمیدونست حتی مرجان وقتایی هم که فریدون با دوستای سازمانیش جمع می و راجع به موضوعاتی صحبت میکردن خود مرجان میگه من دقیق نمیدونم چی کار میکردن و فکر می که دارن تمرین تاعت می یا سناریوی سا... سینمایی رو می ولی خب بعدا کم کم به این موضوع پی بردم و من هم وارد سازمان شدم خودش در مورد شروع همکاریش با سازمان میگه یه روز هم فریدون که یه نوار رو بر من اوورد توی این نوار صحبتهایی رو انجام داده بود در مورد کارهایی که توی سازمان انجام داده بود اون از من خواست که در اولین اقدام تمام صحبتهایی که توی این نوار کاست وجود داره رو روی کاغذ بیارم مرجان هم قبول میکنه و شروع میکنه به نوشتن خانم مرجان توی این مصاحبه گفته بود که توی منزل نشسته بودیم زنگ خونمون به صدا در اومد وقتی در رو باز کردیم چار پنج تا پاستار با اسلحه وارد خونه شدن اونها همه این نوارها و دستنوشته ها رو گرفتن و وقتی که مدارک جرمشون تکمیل شد من و همسرم رو بردن و به زندان انداختن ولی خب چون من سابقه زیادی نداشتم و خیلی از من اطلاعات سازمانی نداشتم من رو زود آزاد کردن ولی بعد از آزادی هم متاسفانه 17 سال من ممنوع خروج بودم و نتونستم از کشور خارج بشم ولی در نهایت در اواخر دهه هفتاد مرجان موفق میشه از کشور خارج بشه اون بعد از خروج از کشور بیشتر از قبل مخالفتش با حکومت و جمهوری اسلامی رو ادامه داد و از قبل هم بیشتر هواداریش رو نسبت به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد اون برای از سرگیری فعالیت های هنریش به آمریکا هم مهاجرت کرد اونجا دهها اثر هنری جدید در حمایت از سازمان مجاهدین خلق هم اجرا کردش مرجان در نهایت در خورداد ماه سال 99 در سن 72 سالگی برای سر ایست قلبی وسط یه عمل جراحی از دنیا میره اون رو در آرامگاهی در کالیفرنیای آمریکا به خاک میسپارن البته که خیلی دلیل مرگ اون رو به نقل نزدیکاش خطای پزشکی دونستن و خیلی هم قضیه قتل رو پیش آوردن و میگن که عمل جراحی که مرجان یه عمل جراحی خیلی ساده بوده و اصلا نمیشده که وسط یه همچین عمل ساده ای اون دچار ایست قلبی بشه و از دنیا بره و احتمالا قضیه یا قتل بوده یا خطای پزشکی از مرحوم مرجان معروف ترین آهنگی که باقی مونده آهنگ زیبایی ای که به شب هام صبح سپیدی بی تو کویری بی شامم هستش که ریمیکس های زیادی هم خواننده های مختلف روی این اثر انجام دادن و خیلی همون رو بازخونی کردن امیدواریم که روح این هنرمند در شادی و آرامش باشه حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و اگه با آهنگ های این خواننده خاطر دارید اسم آهنگ مورد علاقتون رو بر ما کامنت بکنید یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید